تلویزیون CNN در گزارشی از تظاهرات ضد حکومتی دانشجویان دانشگاه ملی به رغم موج اعدام ها گفت جنبش در ایران کماکان زنده است و رژیم ایران مجبور است با آن برخورد کند. بارونس کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت قطعنامه شورای امنیت علیه رژیم ایران به سرعت به تصویب خواهد رسید. اسامه النجفی از رهبران العراقی گفت این ائتلاف از حمایت منطقه‌ای و بین المللی برای تشکیل دولت برخوردار است و در اجلاس سران ترکیه، سوریه و قطر در استانبول شرکت کنندگان بر حق العراقیه برای تشکیل دولت جدید در عراق تأکید کردند. تلویزیون شرقی گزارش داد یک منبع نزدیک به ائتلاف مالکی و ائتلاف حکیم گفت مرجعیت شیعه در نجف درخواست این دو ائتلاف را برای رفع اختلافاتشان رد کرده است. بر اثر انفجارهای جنایتکارانه در السویره و تارومیه عراق دست کم 16 تن از مردم بیگناه کشته و بیش از 100 تن مجروح شدند. مقاومت ایران این حملات جنایتکارانه را که در راستای مقاصد شوم رژیم آخوندی است محکوم کرد. به مشروع خبرها توجه فرمایید. عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای اعدام وحشیانه 5 زندانی سیاسی، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علمهولی و مهدی اسلامیان توسط دیکتاتوری آخوندی را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف اعدام‌ها توسط رژیم آخوندی شد. عفو بین الملل محاکمه غیرعادلانه، اعدام خودسرانه و شکنجه‌های وحشیانه در مورد این زندانیان برای گرفتن اعترافات اجباری و دروغین را به شدت محکوم کرد. عفو بین الملل در بیانیه خود می نویسد به نظر می رسد که این اعدام ها تلاشی در جهت ایجاد ترس در مردم و مخالفان رژیم در اولین سالگرد انتخابات مورد مناقشه خرداد سال گذشته باشد. عفو بین الملل در این بیانیه به تشریح شکنجه های تکان دهنده اعمال شده بر 5 زندانی سیاسی اعدام شده می پردازد و یادآوری می کند که رژیم ایران